آقای خیام سلام، حسن خوبم، شما چه کردم؟ حال شما چطوره؟ خیلی خوشم، من خیلی خوشحالم بعد از 40 سال شما رو میبینم. آقای خیام، یک خودتو معرفی کن، بگو چه تاریخی کجا هستی؟ دیگه من چه بدونم کجا؟ من نمیدونم اصلا کجا هستم. اسمت بلدی؟ اسمم هم مبرکت، اسمم هم بلدی. این گالری دستامه. خب، آقای خیام، شما این همه کارهای مستند کردید، سینما رو از کی شروع کردید؟ سینما از بچگی شروع کردم. من 9 ساله بودم فیلم انیمیشن درست کردم. اینجا مدرسه کجا رفتید؟ مدرسه کلاس تا کلاس سوم رفتم. مدرسه دبستان مختلط پروانه. کجا بود؟ توی خیابون شاهباد قدیم. آره بغل شاهباد. نه شاهباد و بعد دبیرستان کجا رفتی؟ دبیرستان الگوز. چی خوندی؟ بیشتر ریاضی. بعد چطور شد به سینما رو از اول علاقه داشتم با یه گزار اولین مجله سینمایی در ایران هستیم، اسم ستاره سینما. در کلاس نهم که بودیم یه مجله سینمایی ما این گزار کردیم اسم ستاره سینما که حجر دالوش و دیگه حجر مدرونم که پرویز دوایی و عمومی و اینا و همه بوضع تحریریه اون مجله بود. از اول مراحل شناسه. خب بعد از سینما را درست کنید؟ بعد رفتیم گروه ها اولش با سینمایی با معماری خوندیم تا دوره لیسانس. بعد من رشتم عوض کردم، رفتم امتحان دادم دانشکده به سرا سینما و هنرهای دراماتیک ویان. ویان اونجا قبول شدم و رشته کارگردانی و طراحی صحنه. بعد اومدیم ایران و دیگه این چیه از اون به بعد مشغول بعد توی با فرهنگونه هم کار کردیم. خب اون زمانی که ما آمدیم به هر حال اولش که ادامه اون هنهای زیبا بود فرهنگونه هم بودیم اون زمان وزارتونه این آمد. بعدا اون اداره اون هنهای زیبا وزارت فرهنگونه شد. بعدم به ما یک حکم میدن که ما باید دانشکده سینمایی رو در دانشکده هنرهای دراماتیک راه اندازی کنیم. یه 4 سالی من اونجا برحال تدریس میکردم. بعدم سرپرست گروه سینمایی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی شدم. بعدم همین رو گذاشتم کنار، گفتم آقا دیگه حوصله ندارم دنبال فیلم سازم. با خیال راحت. چند تا فیلم ساختی؟ چند تا فیلم ساختی؟ الان فکر میکنم آخریش در حدود 104 بود. من بیشتر هم از سوژه های تاریخی به دوست داشتم. نه فیلم های خیلی مختلف ولی بیشتر در زمینه فرهنگ ایران. بیشتر در زمینه فرهنگ ایران. چهار تا فیلم آخر من ایران رو به 4 قسمت در نظر فرهنگی تقسیم کردم. یکی ناحیه کبیری ایران بود، یکی حاشیه خلیج فارس بود، یکی در امتداد کوههای زاگرس بود و یکی هم البرز. که در کنار این چهار تا کتاب در آورده. تمام اون به اصطلاح پژوهش‌ها رو هم به صورت کتاب در آوردم که دو تاش اومده بیرون ولی هر چهار تاش مجدداً تا 3-4 هفته دیگه مونده. یکیش هست دریای پارس، اون مال کویر هست همراه با در دل تنهایی کویر. بعد زاگرس گاهواره تمدنی کهن و البرز زادگاه فرهنگی ایران. بعد مدرسه سینما اینجا که درست کردیم خیلی دانشجوهای شما فعال و بر فکر همه کسانی که توی سینما
نسل قبلی نه این بچه ها اونا همه یا دانشکده جا بودم بیرون یا دانشکده چیز همین صدا سیما نه دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی من یادمه موقعی که اولین دوره لیسانسشون تموم شد در حدود 15 نفر بودن تلویزیون ملی ایران تازه راه افتاده بود من اون سوال مینیموس کردم بردم بالای تپه تلویزیون تحویل رضا بودم گفتم اینا همشون رو استخدام کنم حالا همشون بازنشسته شدن بعد قطبی از افرادی هم کلاس من بود اینجا در دبیرستان البرز ما با هم دیگه هم کلاس بودیم بعد به نظر میاد که افراد مهم مملکت قطبی بود و آنها آدم باسوادی بود و خارج از این مسئله که حالا پسر دایی فرهون ولی واقعا آدم زحمتکش بود یعنی آدمی بودش که واقعا من یادم میاد تلویزیون که راه افتاد زمستون با ماشین خودش میومد و توی خیابون حتی راننده ها رو سوار میکرد هم کارمنداش رو سوار میکرد و اون بالای تم بیاده خیلی آدم این چیز آدم باز همراه های شما که اون مدرسه سینمایی درس میدادن کیا بودن؟ آقای انجیر داریوش بود دکتر کاووسی بود دکتر کاووسی نبود نه دکتر کاووسی به گهگاه بود اون چهار سالی که ما اونجا بودیم بقیار آقای سینایی بود بعدن اومد سینایی یه چهار پنج سال بعد از اینکه ما اومدیم یکم بود دکتر که تاعت درس میداد دکتر نامدار؟ نامدار نبود دانشکده بود نه خب زمان شما لاموریس هم فیلم گرفت اون اتفاقا لاموریس با هلیکوپتری افتاد تو این چه دریا چه زده کرد که من باهاش فیلم میگرفتم چون هلیکوپتر لاموریس از اینجا رفت و یک گروهی با اون هلیکوپتر رفتن به آمریکای مرکزی یا جنوبی و این هلیکوپتر خورد به کوه و همه شو مرد یعنی یه جای دیگه؟ یه جای دیگه اما من اون موقع داشتم به فیلم میساختم که یک هلیکوپتر بل مال چیز به قول معروف نیروی هوایی ایران در اختیار من بود بعد لامبریس وقتی رفت برگشت قرار شدش که یه صحنه‌ای اضافه بکنه میدونست که من با هلیکوپتر پرواز میکنم و در ضمن اون سرهنگ خلبان و به اصطلاح خدمش هم آموزش داده یاد گرفته بودم ما چه کار میکنیم بعد من گفت چجوریه گفتم به اون جناب سرهنگ رو در اختیار بذارم و چیز گفت اون فیلم بگیم که بعد از سه چهار روز یک وقت خبردار شدیم که این هلیکوپتر خورد به این سیمای مال رنجر و حریصش چه پرده هاش خورد شد و مستقیم رفت این سردی کرد از من رفتم بعد که رفتم این رو کشم بیرون فیلم مردارش اسمش تواری بود نه فیلم مردار اسمش لامبیس اینا چون آزاد بودن رفته بودن توی دریاچه بود دیگه پیدا